ببین محسن جان، من بیشترین نگرانی بس که الان دارم این است که 16 آذر از دو بس چیز نگرانم. یکی اینکه حکومت این روش نقدی بخواد مزدور بفرسته تو دانشگاه که بچه ها میخواد مراسم بگیرن، بزن یکی بچه ها اختیارشون از دستشون در بره بخوان خشونت ورزی متقابل بکنن. درسته. اینجاها جای حساس جنبشه که خیلی بچه ها هم از ایران میگن که دارن سعی میکنن که مهار کنن، کنترل کنن، ولی درسته. این خلاصه نگرانی اصلی من الان. درسته. من میخوام به شهاب بگم، پسرت که نسل جدیده و در واقع من و تو نماینده نسل قبلی. من به نظرم تجربه ای که نسل ما داره اینه که ما یک کمی با خشونت انقلاب کردیم و این خشونت ادامه پیدا کرده. در واقع اگر که جنبش سبز بخواد با خشونت پیروز بشه، بعد از به قدرت رسیدن دوباره باید با خشونت هم خودش رو حفظ کنه. اما اگر بدون خشونت با روش‌های دموکراتیک پیروز شه، طبیعتاً با همون روش‌ها هم ادامه پیدا می‌کنه. این یکیش، مبارزات بدون خشونت انسانی‌تره، تلفات انسانی نمیده از هر دو طرف و پایدارتره، دموکراتیک‌تره. یه نکته هم نکته استراتژیکه. وقتی ما به سمت خشونت بریم، اینجا نابرابری، زور سپاه، زور خامنه ای در روش های خشونت آمیز بیشتره. ولی وقتی با منطق با روش های دموکراتیک میریم، ما زورمون بیشتره و اونا زورشون کمتره. به این سه دلیل مشخص، مبارزات بدون خشونت انسانی تره، دموکراتیک تره. دوم اینکه قدرتی که با روش‌های دموکراتیک به دست میاد همون جوری هم ادامه پیدا میکنه، در حالی که اگه با زور انقلابی پیروز شه، با زورم باید ادامه پیدا کنه، دوباره به دیکتاتوری بعدی تبدیل میشه. و سومیش اینه که اونجایی که ما قوییم، اونجایی است که مردم پشت جنبش سبزن و اونا تو اقلیتن. اما وقتی دست به اسلحه برده بشه، دست به روش های خشن زده شه برای پیروزی، آدم بی‌حوصله بشه، فکر کنه مردم دیگه خیلی کتک خوردن، باتون تو سر و صورتشون خورده، پس ما هم حالا باید جواب بدیم، وقت نتیجهش این میشه که اونا زور بیشتری دارن و راحت سرکوب میکنن و میگن خب دیگه جنگ شد، هر کی تو جنگ برنده است برنده است دیگه. یه نکته دیگه هم حتی در رابطه با دولت های خارجی است. من خودم شخصا وارد گفتگو شدم با دولت‌های خارجی، یک گفتگوی انتقادی، برای اینکه مانع از این بشیم که اونا حمله بکنن به ایران. ببینید، حمله به افغانستان، حمله به عراق، نتیجهش اینه که حالا باید همون دولت‌ها هم خودشون نیرو بذارن که اون دموکراسی مدل خودشون رو حمایت کنن، در حالی که جنبش سبز یک جنبش دموکراتیک مردمی است و باید از طریق خود مردم در واقع پیروز بشه. اون چه که منتها ما از دولت‌های خارجی می‌خوایم اینه که یک، احمدی نژاد به رسمیت نشناسن، وقتی دارن مسئله اتمی را حل می‌کنن دموکراسی رو زیر پاشون نذارن، مردم ایران رو مثل 50-60 سال پیش دوباره ندیده نگیرن و بدونن که آقا این پرونده دو برگ داره، یکیش بمب اتمه و قضیه صلح برای جهان، یکیش هم دموکراسی مردم ایرانه، هیچ کدومش رو نمیشه ندیده گرفت. شعار ما اینه، دموکراسی برای ایران، صلح برای جهان، و ما روی هر دوتاش مصریم. من یه چیزی رو بپرسم، چون خیلی بچه ها دلواپسن که ما این کارا رو میکنیم، زحمت میکشیم، زخمی میدیم، دستگیری میدیم، حتی کشته میدیم. دنیا چجوری فکر میکنه؟ دنیا نفروش ما رو، دنیا، البته این درست هر کشوری دنبال منافع ملی خودشه، ولی آیا منافع ملی کشورهای دنیا، کشورهایی که تو الان داری باهاشون فشار دیپلماتیک میاری، صحبت میکنی، بحث میکنی، آیا این نیست آخرش که چون نفت ایران داره برن از دولت کودتایی پشتیبانی بکنن و مردم ایران رو تنها بگذارن؟ آیا میشه؟ درسته که به قول مصدق هیچ قدرتی قابل اتکا نیست، ولی همه قابل ارتباطن. بله. نمیخوایم ما به خارجی ها اتکا کنیم، به خودمون اتکا داریم، ولی بالاخره تو این معادلات دنیا میشه امید داشت که همین پشت دموکراسی برای مردم ایران دنیا بیسته و وایسن
حداقل از افکار عمومی مردم دنیا درسته. این فشار ها روی همه دولت ها بیاد که از مردم ایران پشتیبانی کنه. ببینید دلواپسی رو بچه ها درسته توی ایمیل ها می نویسن. درسته. ببینید ما از دو جا ممکنه شهاب جان ضربه بخوریم، یکی از استبداد در داخل که مردم رو سرکوب کنه که معلوم شده نمیتونه، برای اینکه تا وقتی مردم با هم ایستادن همه با همن و نمیترسن استبداد نمیتونه جلو بیاد، اون از مرزهای ترس باید عبور کنه. دومیش اینه که دولت‌های خارجی رو جنبش سبز معامله کنن، یعنی فکر کنن خب این یک پرنده زخمی است به زودی جون میده، در حالی که باید بدونن نه این یک به اصطلاح پرنده بلند پروازه و اصلا پایین نمیاد پروازش. بحث سر اینه دنیای خارج از ایران، یعنی خارج دو بخش داره، یکی افکار عمومی ملل دیگه است، مردم دنیا باورشون شده که مردم ایران حکومتشون رو نمیخوان و از طریق افکار عمومی به دولتاشون فشار آورده شده. مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها معتقد بودن تا قبل از روز قدس ممکنه این جنبش فروکش کنه، ولی وقتی هی میبینن داره به طور مکرر تو مراسم مختلف دوباره این جنبش خودش رو نشون میده، میگن این جنبش وجود داره منتها علائمش رو گهگاه بیرون میده و دیگه باورشون شده شکسته اون که احمدی نژاد نماینده مردم ایران بود و مردم ایران بمب اتم میخوان. تمام دولت‌های اروپایی و امریکا دیگه باورشون شده مردم ایران نمایندشون احمدی نژاد و خامنه‌ای نیستن، مردم ایران دنبال این نیستن بمب اتم درست کنن به جهان حمله کنن، نه مردم ایران دنبال دموکراسی برای خودشونن، مینیمم دنبال تنش زداییان، همون چیزی که آقای خاتمی میگفت دوره آقای خاتمی گفتگوی تمدن‌ها تنش زدایی توی روابط بین المللی یک اصل استراتژیک بود. دیگه جنبش سبز دیگه از دوره آقای خاتمی که عقبتر نیست بلکه ادامه اونه. در نتیجه من خاطرتون محسن جان جمع کنم، طی این چند ماه آروم آروم دولت‌های خارجی متقاعد شدن این جنبش جدی است، این جنبش منجر به دگرگونی میشه، قابل سرکوب در داخل نیست و اونا پذیرفتن که نمیشه مردم ایران رو مثل گذشته وجه المعامله قرار داد که خب حالا ما این جنبش رو ندیده میگیریم با یه اقلیتی که کودتا کردن، یه سپاه پاسدارانی که 20 سال بعد از مرگ خمینی شروع کرده توی مجلس، توی ارگانهای اقتصادی، از طریق شرکت‌های اقتصادی بین المللی یک کودتای خزنده اقتصادی سیاسی کرده و کشور رو فتح کرده. میگن سلمونی بیکار سر خودشو میتراشه، سپاهی که شرافتمندانه از مرزهای ایران دفاع کرد وقتی که دیگه جنگی نداشت بکنه کشور خودمون رو فتح کرد، نه سپاه نه اون پاسداری که رفت برای مردم جون داد و خانواده‌اش شدن خانواده شهید، اون کسی که راندخار شد و سعی کرد که حالا که قدرت دستشه مزه کرد کشور رو بلعید، باید بفهمن که آقا این آینده ایران نیست، این هم یه گروهی است عین همه قدرت‌های دیگه که یه روز میدرخشه و میمیره، اینم یه روزی خلع سلاح میشه. چجوری؟ از طریق از دست دادن مشروعیت و محبوبیت. الان مردم خامنه ای رو دوست ندارن، احمدی نژاد رو دوست ندارن، اون بسیجی یا پاسداری که به مردم باتون میزنه دوست ندارن. وقتی محبوبیتت از دست رفت مشروعیتت هم از بین میره، قدرتت هم از بین میره، قدرت تو اسلحه نیست. اینو دنیا فهمیده. از کجا؟ از اونجایی که مردم نمیترسن و دارن جلو میان. من این تابو رو سعی کردم شخصا بشکنم، به خیلی از ایرانی‌های دیگه گفتم این تابویی که خامنه ای ایجاد کرده با دولت‌های دیگه، هر کس حرف بزنه جاسوسه، جاسوس خودشه که خودشو به روسیه فروخته. ما میریم گفتگوی انتقادی میکنیم با دولت‌ها، بهشون میگیم ملت ایران تو صحنن، شما حق ندارید با احمدی نژاد قرارداد ببندید، این جنبش رو ندیده بگیرید. اون چرا هم که در خفا میگیم با صدای بلند میگیم، ما معتقدیم سپاه باید تحریم اقتصادی بشه. چرا باید بشه؟ برای که سپاهه که اومده اموال ملت رو مال خود کرده، همه فامیل هایی که یه طرفشون به بیت رهبری وصله، اینا رابطه فامیلی پیدا کردن، شدن یک خانواده هزار فامیل که هر کدوم تو این شرکت اقتصادی تو اون شرکت اقتصادی
سهیم شدن و این قدرت رو گرفتن که منافع اقتصادیشون حفظ شه. باید دونه دونه اینا معلوم بشن، هم مردم تحریم کنن کالاهاشون رو نخرن و هم خارج فشار بیاره. اینها هم نمیتونن مذاکره رو پیش ببرن چون دروغگوان، همونجوری که رأی مردم رو دزدیدن، گفتن 40 میلیون آمدن رأی دادن ولی گفتن به احمدی نژاد رأی دادن، پای میز مذاکره هم که میشینن دروغ میگن و اینا هم باورشون شده. اینا پتانسیل این که راست بگن رو ندارن، چون اگر راست بگن ریزش میکنن، دروغ هم بگن که جلوی دنیا وایستادن. این معذرت میخوام، قصه اون عرس و رای پس و پیش نداره. آه مخلصم، مخلصم، دست درد نکنه، اومدید یه صفایی هم اینجا قربونتو برم. قربون. خداحافظ.